بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و اکرم الشفعاء سیدنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هر شبت خدمتتون که خب نهج البلاغه دریاست، بالاخره حالا انشالله استفاده های گوناگون به اذن الله میبرید. این خطبه 179، البته در گذشته خدمتتون عرض کردم که چاپ ها فرق میکنه، حالا در یه چاپ ممکنه مثلا 178 باشه یا یه نمره بالا پایین، اینا مهم نیست. حالا در اینجا در این چاپ 179. اینجا خطبه ایست که قسمی از این خطبه ارکان امام علیه السلام اشاره می کند به اینکه خدا بر همه موجودات احاطه دارد، بر همه اسرار جهان، و این مقدمه خطبه است. البته بعدا عمدتا جو خطبه سفارش به تقواست که انشالله اینجا می خونیم با هم. بله. و من خطبت الله علیه السلام: الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات. البته این یک هرسم که نسخه خاصیه، یک تألیف خاصیه که اینجا اینطور شروع کرده، اما در نسخه های نهج البلاغه در این خطبه الحمد لله الذي اصلا نداره. حالا ایشون مؤلف نسخه داشته، این اضافه کرده. در تمام نسخه ها از یعلم شروع میشه، یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، اما اینجا الحمدلله الذی هم گفته. این حالا نسخش اینجوری بوده. خب خدمت شما عرض شود که اینا دو سه تا جمله است که اشاره به این است، یعنی امام علیه السلام میخواد بفرماید که خدا همه چیز رو میدونه و هر چیزی در نزد پروردگار حاضره. الحمدلله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات. حمد مخصوص پروردگار است که سر صدای حیوانات وحشی را در فلات ها میداند. این فلات بیابان های قفر لم یزرع وسیع، اونجا صدا میکنن، میرن، میان. خدمت شما عرض شود مقصودشون چیه، چی میخوان، همه را میدونه. عجیج را نوشته رفع الصوت، صوت را بلند کردن. بله. والوحوش جمع وحش، وحوش هم جمع وحش، و هو عبارتون عن جمیع حیوان البر. میگه به حیوانات خشکی تماما، اونهایی که اهلی نیستن وحشیان، وحش گفته میشود. حالا این را دیگه میدونید. و معاصی العباد فی الخلوات. خدا معصیت های بندگان را که در خلوت ها مرتکب می شوند اونها را هم می داند. یعنی میخواد بگه تمام هیچ چیزی بر خدا مخفی نیست. سرصدای وحوش را در بیابان می دونه چی میخوان بکنن، مقصودشون از سرصداها چیه، چی میخوان. از این طرف هم معصیت بندگان را در خلوات، خلوت هیچ کس هم نیست اما پروردگار آگاهه. بله. و معاصی العباد فی الخلوات فی الامکنت الخالیه التي لا يشعر بها احد. هیچ کس هم نمیدونه اما خدا میدونه. خب و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. نینان جمع نونه، نون به معنای ماهیه. حضرت یونس علیه السلام را بگی و زنون از ذهب مغاضباً، به خاطر اینکه ماهی او را بلعید. و زنون یعنی صاحب ماهی، یعنی کسی که قضیه ماهی رو درباره او میدانید. و زنون از ذهب اینجاست. بله. نینان هم جمعش میشه. و خدا میفرماید اختلاف اینجا به معنای درگیری نیست. ما در اصطلاح خودمون که حرف بزنیم در محاوره اختلاف به چیز میگیم، به درگیری میگیم.
ولی در بعضی وقتا اختلاف به معنای رفت و آمد و از کنار همدیگه رد شدن است، نه درگیری. چنون که در زیارت مبارکه جامع کبیره میخونید که میفرماید و مختلف الملائکه، خاندان را اینطور وصف میکند که خانه های شما محل اختلاف ملائکه، یعنی رفت و آمدشونه، این میره اون میاد و مختلف الملائکه. بنابراین در اینجا هم اختلاف معنی درگیری نیست. ماهیا، نهنگا، اینا که کنار هم دیگه رد میشن، دین را فایده در اون اعماق دریا و میدونستن این چرا رد میشه میره، این ماهی بزرگ چه مقصود داره، اون ماهی ریز چه قصدی داره، نمیدونم اون مخلوق دیگر دریا. خلاصه عجیب است که اینا که تماما غیب است. ببین سر صدای وحوش در بیابان ها کلام هزاران کیلومتر از ما دوره اونا، و رفت آمد ماهیا در قعر دریاها، چرا میرن میان، چه هدفی دارن، قعر دریا. بعد معاصی بندگان در خلوات ها، در خلوات، تمام اینا غیب است، پروردگار تمام اینا رو میدونه، علالش هم میدونه. بله، و تلاطم المائب الامواج العاصفات، باز اینجا هم باز تلاطم الامواج، بله، حالا در نسخه دیگه جوری دیگه آمده، و تلاطم مثلا و تلاطم الماء بالامواج العاصفات. حالا اینجا اینطوری میگه، میگم در نسخه دیگه مختصر تفاوتی هست که میگه که خدا دیگه نه این که حالا فقط غیب و فقط عرض کنم خدمتتون که اینا را بدونه، همه چیز میدونه، و اونی که ظاهره، اون همین ظاهر خودش یه ظاهری داره، یعنی یه خدمت شما عرض شود که همین ظاهر که میبینید یه ملکی داره، یه ملکوتی داره. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، توجه فرمودید، همون ظاهر را که من تو میبینیم این یک ملکی دارد و یه ملکوتی و یه شهادتی دارد و یه غیبی، عالم الغیب و شهاده. و توجه فرمودید بخواد بگی یعنی این امواج هم که حالا ظاهره، این هم که دیگه در خلوت نیست، همین امواج، همین کوه ها، همه اینا یه غیبی دارن، یه شهادتی و یه ملکی دارن و یه ملکوتی که خدا همه اینا رو میدونه، یه اسرارشون رو میدونه، ظاهر باطن. و اشهد ان محمد نجیب الله، امیر المومنین میفرماید که شهادت میدهم که رسول خدا اختیار شده نجیب، یعنی مختار هو من بین الخلائق کلها، اختیار شده برگزیده خداست از همه خلقها، و رسول رحمته و پیامبر رحمت خداست. عجیبه، المبشر بالرحمه، مجده دهنده به رحمت، خودش رحمت اصلا. بله، در صحیفه سجادیه خوندیم که حضرت سید الساجدین که امام است و معصوم و متصل به غیب، چطور این جد بزرگوارش رو وصف میکند. ایالتون باشه در اول درس صحیفه بود که اونجا عرض میشود که پیغمبر رو وصف میکند به عنوان مفتاح البرکه، کلید برکت، کلید برکات برای تمام جهانیان. خب اما بعد، این مقدمه خطبه بود، اما بعد، فإنی اوصیکم بتقوی الله. امیرالمومنین میفرماید مردم، من شما را سفارش میکنم به تقوای خدا، به تقوا داشته باشید، پروا کنید از خدا. تقوا، من ترجمه فارسی هم پروا میشه، یعنی ملاحظه کنید خدا را، بترسید از خدا، نه خود بعید تقوا ترجمهش ترس باشد، ظاهرا همون پرواز، پروا کنید، خلاصه بدونید، ملاحظه کنید، حواستون باشه، حواستون جمع باشه. ها، فإنی اوصیکم بتقوی الله الذی ابتدأ خلقکم، من شما را سفارش کنم به تقوای خدایی که خلق شما را، آفریدش شما را ابتداعا انجام داده، این قبلا چیزی نبودید، ابتداعا شما را آفریده. بله، عرض میکنم خدمتتون که قبل از اون یه چیزی بگم تا به قسمت های دیگه برسیم. ببینید امیر المومنین سلام الله علیه در خطبه هایش
انشالله حالا قدری از نرا خواهیم دید، به تقوا خیلی سفارش میکند که یکیش این خطبه است. آقا من نمیدونم چی بگم، دنیا عجیب دنیاییه. امروز شما میبینید که تحصیل کرده ها، درس خونده ها، حالا در ایران، در اروپا، در جای دیگه، خب ما خیلی درس خونده داریم، حالا یا درس حوزه خوندن یا درس های مانند پزشکی، مانند تخصص های دیگه، مهندسی، خب خیلی داریم از اینا و اساتید خیلی داریم. و امروز همه اینا بالاخره یه دشون مسلمونن که مسلمونن، اونام که مسلمان نیستن شده کنجکاوی هم کرده باشن یه چیزی از قرآن بالاخره دیدن، من صحبت میکنن. خدمت شما عرض شود که این 1400 سال پیش این افتخار ماست به خدا، باید بر سردر دنیا نوشته شود که خدا نگفته عرب، نه عجم، فارس، ترک، شرقی، غربی، اینا رو ما در آوردیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آخه چقدر زیباست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عرض می شود که ما یه استادی داشتیم، خدا رحمتش کنه، روحانی بود، بزرگوار بود، خیلی من بهش ارادت داشتم، خیلی مرد زحمت کشیده ای بود. خلاصه میگفت من یه سفر رفته بودم آمریکا، من نمیدونم کدوم منطقه شد، نمیدونم، یه پروفسوری، چی آدم شاخصی در اونجا بود، اومد پیش من گفت که تو موسیقی هم گوش میدی؟ حالا بالاخره دیگه در اونجا این حرفا هست همه جا، یه چیز خاصی گفت، دلم میخواد که مثلا من نوار رو بذارم تو گوش بده، مطلب خاصی مثلا شاید اینجوری بوده. میگه وقتی باز کردم یه صدای خیلی فوق‌العاده زیباییه، آمریکایی خواننده، اینم پروفسور بود، نمیدونم فیلسوف بود، خیلی شخصیت بود در اونجا، یعنی اینقدر شخصیت بود که این خونده از او دلبری کرده بود. خلاصه به طوری که میخواست به منم تعارف کنه که خواه مهمونی از ایران اومدی، تو هم مثلا گوش بده. یه دو سه جمله از این پخش کرد، حالا قصیده بوده، غزل بوده، هرچه بوده، در عرف همونا، به زبون اونا. دیدم این خیلی ناراحت شد، در همون دو سه ثانیه که داره پخش میشه خیلی در هم اصلا به هم ریخت. گفتم چی شد آقا جون؟ تو یه دفعه مثلا یه چه درد گرفت چی شد؟ گفت نه فلانی، من یاد سرگذشت او و مرگ او و مرگ این خواننده افتادم. گفتم چطور شد؟ که آره این یه خواننده ای بود خیلی قدر به قول خودمون و خلاصه خیلی مهم بود، اما این سیاه پوست بود. یک روز تصادف کرد یه عده که بهش ارادت داشتن نواراش شنیده بودن، خلاصه به قول خودمون کاستاش شنیده بودن، اینا اینو بغل کردن ببرن بیمارستان. آقا همینطور دوش مردم میدویدن میرستن به یه بیمارستان، آقا این داره میمیره، خون داره اینطور میره، میگفتن سیاه پوسته، اینجا مخصوص سفید پوست هست. رفتیم آقا این فلان کس باشه، هر کس که هستین سیاه پوسته. عجیبا یه بیمارستان دیگه، آقا اینجا نمیشه، ببین خواننده است، هر چی موسیقی دانه برای خودش، اینجا مال سفید پوست هست. میگه این رو دوشای مردم جون داد، رو دوشای مردم جان سپرد. دقت بفرمید شما جوانان مخصوصا، به خدا قسم امروز توطئه های به قول معروف میگن زیرپوستی برای شماها خیلی چیده شده.